سازمان ملل متحد سرانجام سکوت خود در مورد جنایات عربستان سعودی در شهر شیعه‌نشین العوامیه واقع در شرق این کشور را شکست. استفان دوجاریک سخنگوی آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل طی بیانیه‌ای از عربستان سعودی خواست تا قبل از انجام هر عملیاتی در شهرهای شیعه‌نشین خود اصول حقوق بشری و قوانین بین المللی را مد نظر قرار دهد. وی در ادامه این بیانیه مدعی شد که این سازمان مستقلا نمیتواند وضعیت بغرنج انسانی در العوامیه را تایید کند، اما از عربستان سعودی میخواهد اصول کلی حقوق بشر را در این شهر رعایت کند. به گفته رویترز، عربستان سعودی اجازه ورود خبرنگاران به صورت مستقل به العوامیه را نمیدهد و اعلام کرده است که این کار برای حفظ جان آنان است. این در حالی است که سازمان‌های بین المللی حقوق بشر به نقل از منابع محلی موثق خود وضعیت انسانی در العوامیه را نگران کننده گزارش کردند. از طرفی کاربران شبکه‌های اجتماعی حاضر در العوامیه با انتشار تصاویر و فیلم‌های مستند خود وضعیت ناگوار این شهرها برای همگان آشکار کردند. به گفته آنها تا کنون دست کم 25 تن در حملات نیروهای سعودی به شهادت رسیده و ده‌ها تن مجروح شدند. آنها میگویند در پی حملات نیروهای آل سعود شهر العوامیه مانند برخی مناطق عراق و سوریه شده است که مورد حمله سنی‌های تندروی داعش قرار گرفته است.